باشه حداقل وایم سه نهار رو با هم می‌زدیم بعد می‌رفتی. موکرتم سهراب جان. خستگی جنازه. برم خونه بیفته. هوا زیر بار بده یعنی یه سوال می‌رفته. خودت دیدی که آقا ماجی تو ساب ملکو خبر میکرد راه دیگه ای نداشتی. حالا که گذشت ولی الله وکیلی زور داره دیگه. صبح تا شب جون بکنه پول در بیاری هرچی در میاری بدی پای بده این نامرد. خب ما هم تو کارگاه اون کار میکنیم. این کارگاه نبو کاری از همون بر نمیومد که خیالت نباشه پیداش بشه قیرون به قیرونش رو ازش میگیری. خود دانه خیر ایشالله. آقا عزیز خدمت شما. دستت درد نکنه آشم همون چکت. آقا یه کلبش طلبت دیگه. کلبش چی؟ قرار بود بعد تحویل سفارش این میکله بزنیم که این بساط پیش اومد. حالا یه روز دیگه میره دوشنبه خوبه؟ آقا مجد اینکه شرایط ما یکمی عوض شده معنیش نیست قول و قرارمون با شما هم عوض میشه. دقیقا حواس هم هست امروز شما فقط یه سوم دست مزد گرفتی، دو سومش میشه طلب شما از ما. اوضاع که بهتر شد حساب کتاب میکنیم. بهتر میشه اوضاع. اصلا قرارداد بعدی با خاکپور یه طوری میبندیم که بدهی اسم یه روش کم میشه یه تو پول مپولی تجیه اونم بمونه. ایشالله دمتونم گرم. حالی حالا یه لازم نیست به فکر اجرت منم باشیم. یعنی چی؟ حالا میخواستم فردا بیام بشینیم مفصل پا حرف که دیگه حالا نه حرفش شد بهتون میگم. میگه چند وقت پیش اوس مرتضی بهم زنگ زد یه کارگاه رو انداخته دلخوری هم ریخته دور. صدام کرد برم وایستم پیش خودش. بعدم دیدم شما دوتا ماشاءالله دیگه چند وخمه کار رو یاد گرفتین راه افتادین دیگه بود و نبود من توفیری نداره. فقط شدم سرخر در آمدتون. با این وضعی هم که امرو پیش اومد این کار درست ترین کاره. چی داری میگی آقا مجید؟ های تنها ما بذاری؟ دادا ما کی رفیق نیمه را بودیم که الان باشیم. میدونم اصلا مشکل چیه. بابت قضیه بکتاش ناراحتی. بابت اینکه پولت باید بره جبری اسماعیل ناراحتی. ما که دلمون با اون نامرد صاف بشونی. ولی به جون مادرم که میخوام دنیاش نباشه حرف من این چیزانی. سلام اصلحت هر ستامون تو همین کاره. دیگه الان صرف نمیکنه شما بخواید درآمدتون رو تقسیم به سه بکنید. به صرف یو اسم مهم نی. شما مهمی. مکرتم. شما واسه من خیلی مهمی. جدیه جدی میگم شما واسه من خیلی مهمی. خواست زحمت رو خود شما کشیدی. الان که همه کار افتاده رو قلدت اصل میخوا... زحمت خودتون کشیدین دادا. من بکاپ بودم بکاپم میمونم. گیر و گرفتی هم بخورین اینه و داروخونه شبانه روزی در خدمتم. رفاقتمون هم که جای خودش داره. صفایی کردیم این چند وقت. خدا قسمت کنه باز. آخر عمرو کردم. هاشم جون سفر قندهار که نمیخوام برم داداش. میدونم آجی گیرم با خدافزی یه تحصه پروانه پاره میکنم. کار درستی سهراب جون. انشالله پله های ترقی ها مثل بنز بری بالا. یه دونه یا آقا آجی همه خواستی بیایی من قدم رو چشم هست. رو خواهی چشم هست. علی عوضش یه نفس راحت از دست صدای ما میکشینا. خلاص شدیم بالاخره این صدای رو مخم بلاد میکردم عزیزم. بذار اصلا یه دم واسه تون بخونم این دم آخری حال کنه. میگه که رفیق من سنگ صبور غمها به دیدنم بیا که خیلی تنها. هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از این همه جون کندیم هنوز به ده کارتون سیاک نرسیدیم. مجید اگه بود بیستار راحت کرده بودیم قشنگ. خب آقا مجید سرعتش بالاست خب تازه کاری یا ابوالفضل چه جوری میخوام تا سه شنبه دیگه 50 تا کارتون تحویل بدیم؟ هر جوری فقط رو قرار نیف که اصلا حالشو ندارم. باشه نمیشه نمیرسیم. دیگه چیه؟ دیگه نام نداره دارم های گوشتیگی میبیره. کاش سرشتر به چی خریده بودیم. وای چه ها گوشتیمه
این همه چیز خوردی هاشم دیگه بیا منم بخور. ما خب گوشتم یعنی چی نبود. مجید قرار بود بیاد؟ نه بابا مجید گفت آخر هفته. پس حالا چیه؟ نمیدونم. سلام. دیگه سلام هم بی جواب شده. سلام آرسون. سلام اسمایل. کارگاهمه. خوش دارم بیام توش چرخ بزن. دستگاه دیگه بازی در نیاورد؟ نه شدن این روز اولش. تو این روز اولش رو دیدی؟ کارتون خوب سکه است. سفارش گرفتیم خودمون دوتا یه جای خفن. چند رو پیش آقا بکتاش اومده بود. اومده بود پی شما. خیال میکرد اینجا قایم شده. مردی که دوزاری بی چشما رو چی بهش گفتی؟ همون چیزی که لازم بود گفتیم. از شما خبر نداری. دلم تنگ شده واسه اینجا، واسه این بوی فلز، واسه این سادم زندگی کردن. تازگی ها پوری خانم رو دیدینش؟ بله هواش رو داریم، هم هوای خاله پوری و هم هوای چیز باقی از یه خانواده. آقای اسماعیل چرا درستش نمی کنی؟ چیو؟ اوضاع رو. اوضاع به این راحتی ها درست نمیشه. یه پول غلام بمخواد. خستم، خیلی خستم. دلم میخواد توی بیمارستان بستریشم بخوابم زیر سرام یا عالمه بخوابم. خیلی وقت خوابم نمیبره ولی تو بیمارستان میشه خوابی. تو بیمارستان هیچکی از آدم هیچ توقعی نداره، هیچکی کارت نداره. چی شد که اینجوری شد؟ شما که کاروبار کارگاه به راه بود، چرخ کارگات میچرخید، چجوری هم بده کار شدی؟ جوکر رو شنیدی تهش میگه لعنت به رفیق نوا. جوکم کار ملت همینجور رو هوا نمیسازن که، از دل زندگیشون در میاد. برداشت سورا نواز شما جوکه باسه ما خاطره. رفیق بعد بعد مصیبتی مثل سیل میمونه یا زلزله
یا طوفان. توی چشم هم زدن میروبه و میبره یه جوری که انگار از اول هیچی نبود. تا به خودت بیای ببینی خاکستر شد، دور و برت همه چی دود شده رفته هوا، توندی و چارتتی که لباس تنت. الان کجاست؟ اونم فراریه؟ منو بده یه کار کرد، خودشو طلب کار، یه جوری بازی کرد به خودشم بده کار شد. بیانش چطوری آخه؟ چطوریش دیگه مفصله، خودش یه قصه حسین کرده، شاید یه وقت واسهتون تعریف کرد، یه وقت که اوضاع بهتر باشه. مرغوبه خداییش، البته اونی هم که سفارش میگیریم به عشق و نوش شده مرغوبیه. حواستون به روغن اون دستگاه باش، قرازه است، ولی اگه به موقع روغن کاریش کنین گرفتارتون نمی کن. سنبه این دلرسوتونی هم کند شده، عوضش کن. آقا اسمایی برگرد با هم کار کنیم، من یه نمیگی خسته شدی، خب بمون، اون پول قلومه که میخوایی چخ به دستت نمیرسه، تالام اضافه کاری کردی معطلش بایستدی، برگرد. برگردم که اول همه همین بکتاش بندازتم تو هلوفتونی؟ درستش میکنیم، شاید بشه یه کاریش که اینجا جاتون خالیه، خونم هم اینطور. پوری خانمو دیدین؟ بلش کن. پوری خانمو دیدین؟ نگه منو دیدین، هیچی نگه. جب زندگی یا جب بعضی ها نامرده، فکر کن رفیق فاو آدم سر آدم کلا بذاره. نمیدونم بالا، من که نفهمیدم اسماعیل چی گفت. بابا رفیق فاو به سرش کلا گذاشتی به این صورت که تو شنیدی و منم شنیدم، آشون گوشم کیپ نکرده، حرفاش سر و تا نداشت. بدهش به بکتاش چه ربطی اون رفیقش داره؟ کو رفیقش؟ مگه نمیگه اونم طلبکارشه؟ کجاست یارو؟ بعدم تو این مدت مگه ما به جز بکتاش طلبکار دیگه ای دیدین؟ شب باورت نشه، ولی اسماعیل تیپش خراب رفیقه. شاید باورت نشه ولی اسماعیل هیچ وقت خراب رفیق نبوده. بابا خداییش داستان فرار بدهیشو بذاریم کنار، اسماعیل همیشه آدم با معرفتی بوده. نبوده؟ آره، ولی زرنگتر از این حرفاست که زارو زندگیشو بذاره پای رفاقت. آقا جون، رفیق باز جماعت همین جوریه. با بقیه زبر و زرنگه ولی رفیقش گول میخوره، واسه اینکه قبولش داره. ما آدم ها کسی میخوریم که بهش اعتماد داریم. به عنوان مثال من و تو، ما اینه داداش میمونیم. به کاغذ نوشتن و قول و قرار احتیاجی هم نداریم، واسه اینکه اعتماد بینمون جاریه. پس ولی آقای شمه بفهمه جنابولی پولا رو کشیدی و برای زدی به چاک، چه خاکی با سرش بریزه؟ آه؟ راست میگفت آقا اسفانین داغونه داغونه، سنبهش خون شده، فردا عوضش کنی. چی گفتی تو؟ هیچی، یه لغت میکردم، پرگرمی سر کار.
جوون چای میخوای هست؟ مشکل کمر نداشتم کمکت میکردم جوون. چهار تا چک از اسماعیل دارم، سه تاش مبلغش کلونه. حالا حالا شما از عهده پر کردنش بر نمیاد، ولی این یکی سبکتره. من اگر از خیر نصف مبلغش بگذرم، امروز میتونم بهتون اعلام کنم شما یکی از چکای اسماعیل رو پاس کردی. آقایی تو خونتونه به مولا. چیزی میخورین؟ چطور؟ من گشنمه، میخوام از بیرون زنگ بزنم غذا بیارم. من چوری که برگ میخورم با زیتون پرورده و گوجه و مطلب مهمه. آه بله بله، یه مطلب خیلی مهم ما داریم که باید به سمع نظر شما برسونیم. دیگه چی شده؟ بگو. آقا ایتاش، ما دو تا خواهش داشتیم از شما. اولش اینکه بی زحمت رضایت ساب ملک رو بگیریم، قفل کارگاه رو واکنه، اجارهش رو قسطی میدیم. بعدم اینکه شکایتتون رو پس بگیرن اسماعیل برگرده. باز کردن قفل کارگاه یه چیزی، ولی برگشتن اسماعیل اصلا حرفش هم نزن. شما با ما طرفی آجی، ما هم ضمانت کردیم که بدهی آقا اسماعیل رو شما برگردونی، پای ضمانتمون هم هستیم. بعدم آقا اسماعیل اگه باشه خودش هم وامیس پاکار، خودش اوستای این کاره، خودش شما بیشتر از همه میدونی. اینجوری هم سرعتمون بیشتر میشه، هم سفارش کالای بیشتری میتونیم بگیریم، کلا همه چی بهتر میشه. ما هم دل خوشی از اسماعیل نداریم، اگرم چیزی میگیم واسه خاطر منفعت کاریمونه. البته آقا اسماعیل خیلی بد آورده، ولی آدم بدی نیستش. کلا اتفاقای بدی افتاده تو زندگیش. حالا بعدا مفصل براتون تعریف میکنم. در حقش خیلی نامردی کردم. پس باهاش حرفم زدین. همه بدهکار از این حرفا میزنن پسر جون. میدونین چند وقت خور مادرشو نیده؟ مادر بنده خودش داغون شده. از صبح تا غروب چشم داره که بچه‌ش برگرده. آقا بکتاش یه حالی بده، رضایت بده برگرده سر خونه زندگیش. شما که خیلی مشتی هستی. بر فرض که من رضایت دادم، بقیه طلبکاراش چی؟ ما بقیه نهیدیم آقا وکتاش. اگرم باشم باور کنید طلب شما همشون سنگین تره. شما رضایت بدیم اونا نرم میشن، میشه باهاشون کنار اومد. اینجوری به نفع همه است، به نفع همه مونه. همینجوری داشتم نگاه میکردم. باش تو خوبی. حالا همینجوری کدومش پسند افتاد؟ هیچ کدوم. غلط کردی. چه وضع حرف زدنه؟ بریم تو. ول کن باشه. کجا؟ بیا اینجا ببینم. نمیخوام اینو. بریم تو بابا. ول کن دستمو. بریم تو بهت میگم. ول کن باشه. زشت بی خیال. بری آب از سرت گذشته سورا. بریم تو. یعنی چی؟ یعنی که همه فهمیدن که واسه چه شخص خاصی میخواد. من هیچ کیفی برای شما خاصی نمیخوام بگیرم. ول کن باشه. گوجه چطوری یا نه؟ خوبم. بزن قدش چکره. خاله پودی کجاست؟
من اینجام خاله. سلام خاله، چکر خوبی شما؟ خوش اومدی. خوبی شما؟ چشای خاله پوری روشن کردی. ما چاکر شما قربونت برم. ما چرا خیسه حوله بیارم؟ مودلشه خاله، بفهمن شینی بخورید. دست درد نکنه. شینی علک بلکی ها نیست. تو همیشه جنس خوب میخری. نه منظورم اینه محض خوچیرینی نیستش، این شینی مشتلق داراست. خیر باشه خاله، چه خبره؟ اینجوری که نمیگم خاله، اول باز مشتلق بگیرم. ایوا سلام نیلوفر خانم، خوب هستی شما؟ سلام، خوبی؟ بشون تلویزیون رو کم کن. مامان اگه کم کنم چجوری بشنوم؟ میشنوی، صداشو کم کن. آخه صداش کم باشه گوشم نمیشنوه. گوشات که حتما نباید بشنوه، مغزت داره میشنوه کافیه. آخه صداش کم باشه مغزم هم نمیشنوه. داری با من بحث میکنی یا؟ کمش کن. نه ماما. پس اصلا بلندشو خاموشش کن، وسایلاتو جمع کن. دیگه بقیه خوب هستن؟ بقیه خانواده کجا؟ بقیه نداریم خاله، یه نغمه است که رفته دانشگاه. آه بله دیگه، فقط یه نغمه خانومه. خبرت به نغمه مربوط میشه؟ نه خبرم کلیه، میخواستم وقتی میگم همه باشه که یک کاسه شه کلن. آه بله، با اجازه من برم یکم استراحت. ببخشید کجا داریم میرین؟ استراحت کنم، سرم درد میکنم. نمیشه نرین خبر منو بشنوین؟ چیو؟ خبر مشتلق دارمو. چیه خب؟ جی 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 جینگ. این چیه خاله؟ چیکه آقا اسماعیل، یعنی یکی از چکاش از طلب کارش پس گرفتی. یعنی چی پس گرفتی؟ چطوری پس گرفتی؟ چجوری که چیزه، داستان داره. شما بکتاشو میشناسین؟ بله. عمده بدهی اسماعیل به همین بکتاشه. این چیزی بود که ما فهمیدیم. من یعنی من و سهراب داریم بدهی آقا اسماعیل رو بهش میدیم، اینجوری راضیش کردیم که شکایتشو پس بگیره. بکتاش همون طلبکار خطرناکه نیست که پس مره میکشه؟ نمیدونم، ولی تا اونجایی که میدونم حکم جلب شدش. محال بود رضایت بده. بله خیلی محال بود، ولی شد، به شرط اینکه بدهیش پرداخت شه. ما به ضمانت دادیم که پرداخت میشه. اینم اولین چیزی بود که ما گرفتیم. آخه شما چطوری تونستید؟ یعنی ببخشید پولش از کجا آوردید؟ آره خاله. بله حق داریم باور نکنیم، ولی خب ما قبلا به شما گفتیم من و سهراب یه کار خیلی خفن گرفتیم. حالا شما اصلا قرارداد رو ببینی برگو میریزه. بعد ما رفتیم با آقا بکتاش صحبت کردیم، راضی کردیم که شریک ما شه. خیالتون راحت، همه چی بودیم رو کاغذ که کسی نتونه بزنه زیرش. یعنی الان بکتاش شکایتش رسما پس گرفته؟ رسما که نه، ولی میگیره. ولی گفت قبلش میخوام با اسماعیل حرف بزنم، یه قلوغری بذارم که ایشالا واسه پاکار بقیه چیکاشو پاس کنه. اینو فرخون با آقا اسماعیل بگیم برگرده، بگیم با خیلی راحت برگرده سر خونه زندگیش. چیکار کردی خاله؟ شیر مادرت حلالت که اینقدر با معرفتی. متشکرم شما. خب مام پوری، اینطوری که خیلی خوب میشه. اگه قول شمسی خانمم قول باشه، اون پولی رو که قراره بهمون قرض بده، اگه بده، بدهی‌ها رو که میتونیم بدیم هیچی، اون اجاره عقب افتاده کارگارم میدیم. ببخشید راجع به کدوم شمسی خانم داری حرف میزنی؟ همسایه مام پوری اینا، مامان ساله. میشناسیش همون که تو کارگاه اسماعیل کار میکرد؟ بله میشناسم آقا رو. مادر آقا هم اینطور. بعد اون میخواد به شما پول قرض بده؟ حالا یه قولایی داده. حالا بی خود، یعنی من و سهراب داریم بدهی آقا اسماعیل رو خورد خورد میدیم، یه وزشی از غریبه بخواییم پول قرض کنیم. نمیگیریم خاله. نیلو جان، من اون موقع هم بهت گفتم که موافق نیستم. آخه ما خدا رو شکر که مشکل داره یه طوری دیگه حل میشه. به اون بی‌معرفت یه زنگ بزن بگو خدا به دادش رسیده. خدا به داده همه همون رسید. خدایا شکرت. سر هزار مرتبه شکرت. چی میگی تو نیلو؟ مردی که نوکیسه بچه گیر آورده، این داره قاپشون رو دوزیده، میخواد دست من رو بخونه. تو چرا بچه شدی؟ مگه عقلش پاره سنگ برداشته که چه میکنه؟ برداره پس بده به اینا. چه کمترین مبلغیه که من بهش بده کارم؟ چکو کرده خروسقندی منو بکشه تو دهن شیر. چرا ساده بازی در میاری نیلو؟ ساده بازی چیه اسماعیل؟ میگم هاشم اینا ضامنت شدن. هی بابا، دو تا بچه پر رو. تو خود رزرو نمبر دیدی؟ هاشم مطمئنه، میگه حرف زده دیگه خطری نیست برات. حرف کیلو چنده اینا بازیه بکتاشه. یعنی شراکتش هم با اینا نقشه است که برسه به تو؟ مگه یارو دیوونه است که آتش به مال و اموالش بخواد بزنه؟ بده من چه فرجام. الو اسماعیل، دیگه نمیخواستم اسم تو بیارم، به خاطر اون غلطی که کردی میخواستم دور اسم تو خط بکشم. مامان اما یه روزم نتونستم بالا برم پایین بیام، خودم زاییدمت. بچه‌می الهی دورت بگردم. من نوکرتم. من نوکر نمیخوام، من یه پسر میخوام که آدم باشه، این پدر و مادرش حلال و حروم سرش بشه که نشد.
نمیدونم چی کار کردم که نشد شدم رسوای عالم و آدم. ولی حالا که خدا یه مهلت دیگه به داد منم میدم. این دوتا بچه زامنت شدن، جنم به خرج دادن، چک تو پس گرفتن، رضایت تو گرفتن، در حقت برادری کردن، کاری که تو باید میکردی و نکردی اسماعیل. آه اون چکی که اینو میگن اصلا جای آسمون ریسمون بافتن، همون کاری رو میکنی که از اون اولش باید میکردی. این بچه ی آدم برمیگردی سر خونه زندگیت پیش زن بچه دست گله، با میسی به کار حقوق آدم رو میدی، دور غلطتم خط میکشی بیچک و چونه. به ولای علی اگر نیای دیگه اسمتو نمیارم، بالکل فراموشت میکنم. شنفتی اسماعیل؟ الو اسماعیل؟ الو خطک برمیگرده عزیزم، برمیگرده. دوتایی سوار ماشین آرزو شدن رفت. رفتن که رفتن، تو چی لالا عزه گرفتی؟ یاد رفته سر نوید خان چه داستانایی داشتیم؟ من به خاطر دعوای این دوتا کتک خوردم. اون خوشیب خان دور کتک زده، به آبجیش چه ربطی داره؟ خودت داری میگه آبجیش، نصف خانم آبجی همون نوید آقایی یکی گیر داده بود به آرزو، رفته منت کشی میکنه که آشتی کنه. آبجی رفیق جینگشم آشتی حالیت رفیق جینگ عین من و تو. حالا 4 روز با هم رفتن تو تریپ، دوباره تریپ رفاقت برداشتن، چیزی نیستش که. ایزی دایی. آره خب اصلا به من چه. نزن عمو. نزن تمرکز عمو رو خدشیدار کردی، نکن تو رو خدا. تو عمو نیستی، تو اسبی. من عمو اسبم، واسه عمو اسبی یهو برمیدادی بیایی لطفا. علف نمیخوای؟ نه عمو سیر آب میخواد، وگرنه دست تو رد نمیکردم، ببخشید. هیچ جا نرم، همینجا بمون، الان میام. اگه نمیتونه خودتو کنترلی ببندمت. من کنترل میکنم، دست شما درد نکن. الان رفتم میام. الو اسماعیل که اومد خبر بده نمو اسمه. با نمک تن نشین به فکر و خیال کردن ها، برو سر خودتو گرم کن تا من بیام. باش خداحافظ. صحبت کنم بعدا زنگ میزنم. آرزو با دست شما درد نکنه، زحمت کشید. بفرمایید روشین چرا اینجا رو این شکلی کرد؟ کم یه زنگ دیگه بهش بزنم. میخوایی من به زنگ بزنم؟ عشان روشنش میکنم که همه چی هماهنگه، که خیالش راحت باشه میخواد برگرده براش دردسری نمیشه. نه خاله لازم نیست، هر چی باید میشنید چنید. داره شب میشه. میاد. میخواست بیاد اومده بود دیگه تا حالا. نیلوفر جان گفتم بهت میاد. خب نیاد چه خاکی تو سرمون بریزیم.
چرا گریه میکنه؟ گریه نمیکنه عمود، مامان ردیف میشه. اون آبا بیدید که دارم تشیهی میبیرم اختمت که. آه این خوشمزه ترین آبی که من تالا خوردم. چی ریختی توش؟ آب. آب؟ آب شیر؟ باورم نمیشه. عمو تو چرا اینقدر خنگی؟ منم دوست دارم عمو جون. بکنم اومد اسماعیل. سلام نغمه خانم. سلام. ببخشید دیر رسیدم، ترافیک بود. تو رو خود بلند نشین، بفرمایین. بفرمایین. خدا رو شکر منم خوبم. مادر مگه تو کلید نداری آدم رو زابرا میکنه؟ وا چه زابرایی کردم؟ خیال کردیم اسماعیل اومد. نه ایمده هنوز؟ تو که بعد از اون من گفتی قرار بیار. ولو منم نگرم چی حسابی نیمده. آخه دیگه دوشواری نداریم اصلا. ما رضایت رو گرفتیم، اون رو قرار گذاشتیم. خیلی کار خفنی کردیم. واقعا لطف کردین ها. اصلا یه چیزی اون برتر. نیلوفر که زنگ زد بهم گفت از هیجان خواستم سر کلاس جیغ بزنم ولی نمیتونستم که. یه آخرش از استاد اجازه گرفتم رفتم تو راه رو کلی بالا پایین پریدم. اگه یکی میدیده چی دختر؟ اتفاقا نصف دانشگاه دیدن. ما وظیفمون خدمت رسانی به خانواده است. دیگه بالاخره داریم تو کارگاه آقای اسماعیل کار میکنیم. تعریفم از خود نباشه، شما چه پنهون کارمون خیلی درسته. یعنی کارمون خیلی گرفته. بالاخره با سوای آقای اسماعیل رو داشته باشیم دیگه. نامرد بله چی گفت؟ نگفت میاد یا چی؟ به من که نه چیزه نگفت، به مامان پوری هم که چیزه نگفته. ولی مامان پوری میگه حتما میاد. بالاخره باید یه چیزی گفته باشه که بشه فهمید میاد یا نه. ببینید به نظر من آقای او چی میاد؟ چیه؟ بونه میاد. عمو به منو با روی سواری میدی؟ عمو کمرش خور شد، بذاری کم استراحت کنم. چشم به سواری هم میدم. توی اسمی نباید خسته بشی. عمو جون اسمام یه ذره باید استراحت بکنن دیگه، یکم درک داشته باش. اسمام کنها دارن. پس برم شعبده بازی کن. باش بسید شعبده بازی میکنم. چی شو تو ببن؟ بس چی شو ببین ببنیم من عجیب. عمو ببایی که واقعی نیست. پس نه واسه چی دو ساعت بهش سواری دادم پیتیکو پیتیکو کردم؟ نیلوفر جان سیر مرغ خاموش کن، له شد مادر. چرا میوه نمیخوری؟ من یه با عزتون رفع زحمت کنم. کجا؟ آخه آقا اسماعیل دیگه نیومد، بعد سهراب هم تناس کار با. بعد دیگه بود و نبود من فرقی نداره، مهم شمایی که هستی. فقط اگه آقا اسماعیل اومد شما یه ندا به من بده باشه؟ ایوا یعنی کجا؟ مامان خب چرا همینجا شام نمیخوره؟ یه خورده دیرش شده، اگه رفع زحمت کنه بهتر. نه پسرم، تو همینجا با ما غذا میخوری، برای دوستت هم میبری، چونه هم نزن. چشم. هاشم، آقا. چی شده؟ طوری شده؟ نه، پلکی زدی بیرون، گوشی تو جا گذاشتی. آخ، آخ، اگر ما بشمش تو جیبم، حواسم نبود. بس شما درد نکنه، زحمت شد. ما به این زحمت عادت داریم. این دفعه میاد من قاطی بودم، گوشت جا گذاشتی؟ همون دفعه که سر آقای همسایه کلی بدبی را گفتی؟ نه خیر، این دفعه که سر پوری خانم کلی بدبی را بهت گفتم. آها، اون دفعه؟ بله، بابت اون دفعه، فقط اون دفعه ببخشید. تو تقصیر نداشتی، من قاطی بودم. خواهش میکنم نگران نباش، دل من اینه دریه میمونه، همه چیه توی سود میره بیرون. آها، واسه خاطر همین گوشی منو قایم کردی که بگی حرفا رو به من بزنی؟ آره؟ بله، نه خیرم. اصلا چه ربطی به هم داره اینا؟ ربط داره. چیزه، منم به شما یه وسخه‌ای بده کارم. بابت همون چیز دیگه، مهم اینه که آقای اسماعیل برگرده. چه هوای دو نفره خلوتی. آقای اسماعیل هوای شهر دلگیر